بینندگان محترم سلام بر شما. بحث هفته ما در برنامه گفتگوی باز موضوع جرگه مشورتی است که قرار است اواخر هفته آینده برای 5 روز در مورد بررسی توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در کابل برگزار شود. مهمانای ما در این بحث جناب آقای یوسف وایزی، مشاور رئیس جمهور در امور دینی و عضو کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، جناب آقای فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان، و جناب آقای غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان افغانستان هست. مهمان های عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث با آقای وایزی شروع میکنم. جناب آقای وایزی، چقدر آمادگی ها گرفته شده برای برگزاری لوی جرگه؟ یعنی همه کارهای مقدماتی برای برگزاری لوی جرگه یا گرفته شده، نهایی شده یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب شما و همه بینندگان تلویزیون نور، آمادگی برای تشکیل لوی جرگه مشورتی تقریبا رو به پایان است. حدودی 80% تا 90% کارها روبرو شده و همه مسائل از نظر دعوت مدعوین و اعضای جلسه، چه از داخل و چه از خارج، در همین روزها ادامه دارد و مسائل لوجستیکی هم کلا آماده هست و هیچ مشکلی تا هنوز ما نمیبینیم. بسیار خوب. جناب آقای اولیا، اخیراً گفته شد که ائتلاف ملی گفته که ما در لوی جرگه مشورتی اشتراک نمی کنیم. دلایل و عوامل که شما در لوی جرگه اشتراک نمی کنیم چی هست؟ سوال خوبی است. ائتلاف ملی افغانستان تحت رهبری جناب دکتر سب عبدالله تصمیم گرفته که در این جرگه مشورتی شرکت نمی کنه و فیصله ها و تصامیمشان هم برای ما قابل قبول نیست و از دیدگاه ما تصامیم، فیصله ها و مشوره هایش الزام آور هم نیست. خب این بس الزام آوره، اونا خودشان هم میگن که بله، جرگه مشورتی است و الزامیت اجرایی نداره. مشوره هایش هم برای ما مقدس نیست، یعنی مشوره هایش غیر مقدس، غیر مردمی است و از دیدگاه ما این جرگه خلاف تمام قوانین ناپذیری کشور هست و این جرگه در تضاد بسیار جدی با قانون اساسی کشور قرار داره و این جرگه خلاف منافع ملی کشور هست و این جرگه به حساب قوانین ناپذیری کشور دور میزنه و این جرگه به نام مردم افغانستان، علیه مردم افغانستان میخواهد تصامیمی را اتخاذ بکنه و این جرگه از دیدگاه ما یک جرگه قلابی، مصنوعی، انتصابی هست. بر این بنیاد ما در این جرگه شرکت نمی کنیم و این جرگه را خلاف منافع ملی و قوانین نافذه کشور خود می دانیم. بسیار خوب. آقای ناصری، مجلس نمایندگان افغانستان تصمیمش بر چه مبنای استوار هست؟ گفته میشه برخی از اعضای مجلس در جرگه اشتراک میکنند، اما بعضی دیگه گفتن و اذعان دارن که اشتراک نمیکنن. شما محاسبتان چی از در مجلس نمایندگان افغانستان که بیشتر اعضای مجلس اشتراک خواهد کردن یا تحریم میکنن اکثریت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما و تمام همکارا در شبکه و همطوری میمانان عالی قدر جناب آقای اوریا و جناب آقای وایزی، و میخواییم که عرض کنم خدمت شما، گرچه به شکل یک موضوعی که آجندای جلسه عمومی ولسی جرگه باشه، تا هنوز در قسمت اتخاذ نشده که ما بگویم که نظر و تصمیم و فیصله ولسی جرگه چیست. افراد که دعوت شده اند، چنانچه در جرگه قبلی هم دعوت شده بودند، تعدادی دعوت خو همه را دعوت کرده بودند، فرم فرستاده بودند، ولی تعدادی کمی شرکت کردند و تعدادی زیادی هم شرکت نکردند. و شرکت کردن یا آنان به عنوان هر کسی که در اونجا شرکت میکنه به عنوان یک تبعی افغانستان میتونه شرکت بکنن
منتها او مشکلاتی که از لحاظ حقوقی و قانونی در متن قانون اساسی و در تضاد با محتویات قانون اساسی جرگه وجود داره، او را اگر هر کسی که از ولسی جرگه با عنوان نمایندگی که از ولایت های متعدد هستند شاید اگر شرکت بکنه، او دلیل بر مشروعیت لوی جرگه مشورتی نمیشه. اونجا فقط خب نامش مشورتی هستن و از طرف دیگه وقتی که نظر الزامی هم ندارن و کسانی هم که شرکت میکنن، در حقیقت نکته مهمیش و عبارت عزیز، هر وکیلی که از ولسی جرگه یا مشران جرگه در اینجا شرکت بکنه، در واقع گامی برداشته که همون حیثیت حقوقی خود را لگتمال کرده و قانونی اساسی را درزه و برخلاف قانونی اساسی عمل کرده است. امو استدلالی که قبلا بارها مطرح شده و پیشترم از آقای اولیا پرسیدم که دولت هم در جلگه مشورتی قبلی برگزار شد و هم در این جلگه استدلال میکنه که این جلگه یک جلگه تصمیم گیرنده نیست، ما فقط میخواییم و خیلی هم کارشناسا باورشان نیست که میگن رئیس جمهور میخواه در منطقه برای رقیبای منطقه افغانستان یا برای کشورهای همسایه با برگزاری جلگه بفهمانه که ما اگر موافقت نامه امنیتی را امضا میکنیم، نه تنها شورای ملی افغانستان بلکه عامه مردم هم یک جلگه کلان با نماینده هایشان برای ازی گویا صحه گذاشتن، یعنی میخواه برای تصمیمش حکومت دولت افغانستان یک پشتیبانی دیگه هم داشته باشه و این جرگا فیصله نمی کنن بلکه مشوره و بعد در پرتای مشوره رئیس جمهور تصمیم میگیره و در نهایت تایید و یا رد ازی برمیگرده به شورای ملی افغانستان، همان گونه که با موافقتنامه استراتژیک همین گونه برخورد کردن. پس با این استدلال شما فکر نمیکنین که برخورد شورای ملی افغانستان یا خیلی جریان سیاسی یک نوع لجبازی با شخصی رئیس جمهور است تا با بحث لویه جرگه؟ من معتقد هستم که ولسی جرگه و نمایندای قانونی مردم مطابق با قانون اساسی که در فریمورک و چارچوب شورای ملی قرار داره در هر دو اتاق دارای و وجایب و وظایف و به اصطلاح صلاحیت های است و رئیس جمهور محترم افغانستان مطابق با ماده 64 قانون اساسی خدمت بکنه که او دارای صلاحیت ها و وظایف است. بنابراین اعم از رئیس جمهور و اعضای محترم شورای ملی هر کدامش که باشه، اون تصمیماتی قابل قبول است ولو در حد مشوره باشه و مشروعیت قانونی و حقوقی داره. نکته ای که بسیار مهم ما فراموش نکنیم، تنها ای که تکیه میکنه حکومت که ای به اصطلاح نظریاتی که اینجا جمع میشه الزام آور نیست، جنبه مشورتی داره. ببین کدام مبانی میتوانه به اصطلاح الزام آور و مشروعیت ساز باشه. ماده 4 قانون اساسی میگه حاکمیت ملی، که همین مثلا مربوط به همین جاست، میگه حاکمیت ملی متعلق به ملت افغانستان است که ملت افغانستان حاکمیت ملی داره، یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم او را اعمال میکنه. به طور مستقیم مثل از این که واجدین شرایط ملت افغانستان در انتخابات ها شرکت میکنه. به طور غیر مستقیم توسط نماینده های به اصطلاح مشروع قانونی که از طریق انتخابات برگزیده باشه، که به اصطلاح چی با عنوان اعضای مشران جرگه یا با عنوان ولسی جرگه، جنبه این مشورتی که تکیه میشه میتونه مشوره کنه میشه. ببین تنها موضوع عدم الزامیت قضیه نیست که ما بگیم ای مشکل داره، حکومت بگه مشکل نداره، به اصطلاح میشه مشوره کرد. گپ سر عزیز شما ببین فراموش نکنین یک مبلغ بسیار کلان به هدر میره از بیت المال. رئیس جمهور دارای صلاحیت ها و وظایف است منتها در چارچوب قانون، نه فراتر از قانون. هر اقدامی که با استفاده از قدرت سیاسی رئیس جمهور محترم افغانستان بر خلاف قانون اساسی اقدام بکنه، اون اقدامات مشروع نیست ولو در حد مشوره دادن و مشوره گرفتن باشه. با حفظ موجودیت شورای ملی دیگر جایگاهی برای لویجرگه به اسلام مشورتی یا عنوانی نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه
بله ایرما قبول داریم به عنوان شهروند افغانستان که لوی جرگه به اصطلاح اساسات و این مؤسسه در تاریخ های گذشته افغانستان و 15 دور 16 دور تقریبا این تشکیل شده. منتها لوی جرگه ها رو ما فراموش نکنیم، اینا فقط هم دستاورد های حکومت های شاهی مطلقه استبدادی توتالیتر بوده در افغانستان. و فرض مسئله اینه که نظام فعلا نظام انتخابی است. وقتی که نظام انتخابی است، هر اقدامی که در چارچوب حقوقی قانونی اساسی صورت میگیره اون مشروعیت داره. از این گذشته به علاوه این خسارت کلان مالی که فقط برای مشوره، ببین اینجا یک تیم کاری ضرورت داره که کارشناسان امور بین الملل از لحاظ حقوقی باشه، کارشناسان امنیتی باشه که در مسائل نظامی اونا دستاوردهای کلان داشته و دارای تخصص باشه، از اینا باید کار بگیره. آمدیم در قسمتی از دیگه کل کارها میتونه خودش امضا بکنه پیمان امنیتی رو و بعد بفرسته به ولسی جرگه، ولسی جرگه به اصطلاح شورای ملی در مجموع شورای ملی او را یا رد میکنه یا او را به اصطلاح چی میکنن یا یکی امضا میکنه. به هر صورت این شما ببینید تاله فاسد دیگری که قضیه داشته، یالا هر سنت غلطی که در کشور برخلاف قانون اساسی و عبور از قانون اساسی اگر صورت گرفت و مشروعیت نداره. در این زمانی که فعلا مثلا دانشگاه را گرفته تعطیل کرده، حدود هزاران نفر آمده سرگردان شده دانشجویا و چهار ما تحصیلاتی از اینا به تاخیر افتاده، اینا خسارت های کلان است. و از این گذشته نیروهای سکتور امنیتی را در این مدتی که داره بالاخره مقدمات فراهم کرده واقعا دچار یک سری مشکلات کرده. این همه ابزارهایی که در اینجا کاربرد میشه های صرفا به خاطر همین مشوره. از این گذشته اینایی که میاین مسئولیم از حکومت جانب حکومت ایسو آیا نمیگن که به اصطلاح 2500 نفر به عنوان نماینده های مردم افغانستان در لوی جرگه مشورت جمع شده بودند، این عنوان مردمی نماینده مردمی افغانستان کی اینا رو انتخاب کرده؟ غیر از اینکه والی انتخاب کنه، قماندان امنیت انتخاب کنه، ولسوال انتخاب بکنه و همینطوری بالاخره بیایم بالاخره تا اون اراکین حکومتی از بالا تا با پایینه. پس بنابراین اول اطلاق کردن نام نماینده بر هر کسی که اینجا میاد با این که اتباع افغانستان و محترم هست، از هر کسی که باشه و از هر کجا که بیاد از لحاظ شخصیتی برای ما به اسلام محترم است، اتباع افغانستان، اما صحبت در بالاخره چارچوب دستاوردهای حقوقی است. روی از این جهت است که این در زدن قانون اساسی است و واقعا مطابق شأن حکومت کنونی نیست در نظام انتخاباتی که انتخابی که باید یک همچی کار رای را بکنه. و بازم بالاخره میان مشوره میکنن، این سر هم سرمایه ملی را برباد میدن. از این گذشته با کی مشوره میکنن؟ آیا افراد مثلا دیروز میگفتن که سواد داشته باشه یا نداشته برای ما مهم نیست، در صورتی که پیمان امنیتی و پیمان که امضا میشه بسیار خطرناک ترین قضیه است، کاملا در ارتباط با حاکمیت ملی، استقلال افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان در آینده در تماس است. وقت چطور میشه یک بخش عظیمی را بیار اینجا مصارف بکن و به عنوان به اصطلاح پریکاندیشن از او ولو بی سواد هم باشه مشکلی نیستن؟ اینه که یک چیزی مسخره است جدا مطابق با قانون اساسی و 100% در تضاد با خلاف قانون اساسی هستن، که از این جهت است که بسیار یک پیامدی خوب نداره متاسفانه. گرچه واقعا استفاده کردن از ابزارهای سنتی که او در تاریخ دیگر مرده و تاریخ پیوسته و رفته دفن شده و مالک بالاخره حکومت های شاهنشاهی و سلطنتی و مطلقه و استبدادی بوده، در قرن 21 داریم از ابزارهای کاری پوسیده دوران قرن 19 ما استفاده میکنیم و یک سنت غلط است. بسیار خوب بیندگان، مثلا بحث پس یک وقفه کوتاه با هم دنبال میکنیم. با سلام مجدد خدمت شما بیندگان عزیز. جناب آقای واعظی، ایرادهایی که به جرگه وارد هست همان گونه که آقای ناصری به برخی از اونها اشاره کردن و برش شمردن، آیا پرداختن قدر هزینه های کلان لازم هست و که ما به خاطر یک امر مشورتی که ظاهرا الزامیت حقوقی و قانونی هم نداشته باشم برای کشور فقیر مثل افغانستان ما یکقدر هزینه های کلان بپردازیم؟ مثلا دانشگاه ما برای چندمین سال هست که دانشگاه پلی‌تکنیک کابل، دانشگاه تعلیم تربیه شهید استاد ربانی به خاطر جرگه ها تعطیل میشن، دانشجو از درس باز میمانن، هزینه هایی که برای تامین امنیت جرگه ها مصرف میشه، همچنین هزینه های دیگه که برای خود حکومت، برای وجاهت حکومت ظاهرا
تحمیل میشه با توجه به اینکه مخالفین سیاسی حکومت میگن این حکومت شما ببینید که حکومت قانون شکن است، مطابق سازگارهای حقوقی و قانونی عمل نمیکنه، مطابق خاص و اراده مردم عمل نمیکنه، مطابق خاص اراده خودش عمل میکنه. یعنی اینا هزینه هستن که باید دولت بپرد، حکومت باید بپردازه. به نظر شما آیا این واقعا این امر مشورتی قدر اهمیت داره که حکومت قدر هزینه کلان بپردازه؟ عرض کنم خدمت شما، البته همه اظهار نظرها و تحلیل هایی که از طرف هر نهادی یا هر شخصی شخصیت حقوقی یا حقیقی میشه همه در جای خود محترم و قابل درک است، ولی تشکیل یک لوی جرگه به نام لوی جرگه مشورتی من فکر میکنم نه خلاف شرع است و نه خلاف عرف است و نه خلاف قانون اساسی. اون لوی جرگه قانون اساسی، لوی جرگه که در قانون اساسی آمده، او دیگه فکر نکنم که برای همیشه او دیگه به او صورت تشکیل بشه، به خاطر اینکه اعضایش مشخص شده. یکی از اعضای مهمی لوی جرگه که در قانون اساسی آمده نماینده شوراهای ولسوالی است که با کمال تأسف تا هنوز این شوراهای ولسوالی تشکیل نشده تا اینکه همچنین لوی جرگه وجود بیاد. همونطوری که شما میدانید، همه مردم افغانستان میدانند، امضای پیمان امنیتی با یک ابرقدرت جهان با آمریکا یک کار ساده نیست و این نیاز به مشورت بیشتر، تعمق بیشتر، تأمل بیشتر خواهد بود و این می‌ارزه که افراد را به عنوان کارشناس، به عنوان متخصص از همه اقشار مختلف رئیس جمهور دعوت کنه و مسئله را با اونها در میان بگذاره، مسئله از نظر حقوقی بررسی شود، از نظر سیاسی بررسی شود، مشکافی شود. آیا افغانستان میتونه در چنین شرایطی چنین پیمانی را امضا بکنه یا نکنه؟ یکی جناب آقای ناصری فرمودن که بله، گفتن که حتی سواد اونجا لحاظ نشده، این فرمایششون درسته، ولی این یقین بدانید که من در کمیسیون هستم، افرادی که از داخل و خارج دعوت شده اشخاصی هستند، همه صاحب نظر، همه افرادی برجسته و همشون تقریبا خیلی تجربه. اونایی که مثلا سوادش کمه طبیعیه که اونا از نظر تجربیات خیلی نظریات خوب داشته و اما یک ایراد جناب آقای وایزی وجود داره. میگن که کسایی که دعوت میکنن اون چی که آقای ناصری هم اشاره کردن که عنوان نماینده مردم هیچ جای و اینا صدق نمیکنه، حکومت برای والی های ولایت بر اساس سلیقه خودشان، بر اساس شناخت خودشان، کسایی که با حکومت و با تیم حاکم رابطه خوب دارن اونا را دعوت میکنن. در لوی جلگه که در مورد پیمان استراتژیک با آمریکا امضا شد، اون لوی جلگه که برگزار شد، خیلی از اشتراک کننده در لوی جلگه میگفتن که به هیچ صدای مخالف در داخل و تالار و در کمیسیون اجازه پرداختن و دیدگاه مخالف یا دیدگاهی که با نفس پیمان استراتژیک راهبردی با آمریکا مخالفت بکنه اجازه اظهار نظر داده نمیشد. حتی رسانه ها گزارش دادن دیده شد در بحث های عمومی در تالار عمومی اجازه برای اظهار نظر مخالف داده نشد. یعنی همه یک صدا بود، یک جرگه که یک مجموعه از آدم ها آمده بودن بر اساس اراده دولت مردا و هیچ صدای مخالف در او وجود ندارد، در حالی که حتی در سنتی ترین جرگه های تاریخی افغانستان صدای مخالف به صورت بسیار رسا بلند وجود داشته، اظهار نظر کردن، دیدگاهشون بیان کردن، ولی با قیمت بسیار گران برشان تمام شده. اما در لوی جرگه قبلی چنین چیزی دیده نشد و این نگرانی وجود دارد که در لوی جرگه که هفته دیگه برگزار میشه چنین مشکل حتما وجود دارد. عرض کنم خدمت شما، لوی جرگه سابق به نام لوی جرگه عنعنوی بود و شما هم در جریان حتما هستید. من در اخیرم به عنوان عضو اونجا شرکت داشتم. اینطور نبود، صدای مخالف خیلی زیاد بود. یعنی در رابطه با
امضای پیمان استراتژیک خیلی زیاد صدای مخالف بود، ابراز نظر کردند و دارای 40 تا کمیته بود که در 40 کمیته در اونجا در هر کمیته بحث های خیلی داغ مطرح می شد، هم نظر مخالف بود هم نظر موافق بود، بالاخره همه نظریات جمع شد، توحید شد، یکی شد و از جمع از اینا تای یک اعلامیه یک بیانیه تای 76 ماده بیرون آمد و این مسئله هم رفت به ولسی جرگه و شورای ملی، اونا هم تصویب کردن. در این جرگه هم حتما همون کار خواهد شد، اینطور نیست که صدای مخالف شنیده نشوه. خیلی بحث بود در کمیسیون، ممکن است کسانی که از خارج دعوت میشه از مهاجرین اینا بر اساس تحت تأثیر قرار گرفتن یا تلقینات کشورهای بعضی کشورهایی که مهاجرین اونجا هستند شاید یک سلسله کارها و تبلیغات را راه بیاندازن، همه گفتن نه حق اوناست. اما یک فکر نکنم که اگر افغان تحت تأثیر کشورهای قرار بگیرند که اونا فقط منافع ملی خودشون در نظر میگیرن، نه منافع ملی افغانستانه، اینجا آزادن، هم نظر مخالف هم نظر موافق، همه این نظرات با جمع میشه تا 50 کمیته و این همه این نظرات توحید میشه و کل به عنوان یک مشوره برای رئیس جمهور ارائه میشه و رئیس جمهور او را میفرسته در شورای ملی. و این جناب آقای ناصری گفت که اینجا هر عضو شورای ملی در این اجلاس شرکت کنه یعنی از حق حقوقی و صلاحیت خود صرف نظر کردن. نه من اینطور نمیگم، کوچکترین لطمه و صدمه در صلاحیت حقوقی شورای ملی به وجود نخواهد آمد. مرجع آخر، مرجع نهایی خود همین شورای ملی است. هر چی که در این شورا مثلا دیده شوه، تصویب شوه و ولی تصمیم گرفته نمیتونه، بالاخره پیش شورای ملی خود رفت و شورای ملی تصمیم خود میگیره. این صلاحیت شورای ملی همچنان هست، باقی و در آینده باقی خواهد ماند. بسیار خوب آقای اولیا، شما گفتین که ائتلاف ملی افغانستان در جرگه اشتراک نمیکنه. ایرادی که به جریان های سیاسی در این گونه موارد وارد هست ای است که خیلی از جریان های سیاسی بر رئیس جمهور از رئیس جمهور انتقاد میکنند که رئیس جمهور در موارد مهم به صورت یعنی تک فردی تصمیم میگیره، مشوره شخصیت های سیاسی، احزاب سیاسی، جریان های سیاسی یا دیدگاه مردم را در نظر نمیگیره، از صلاحیت های حقوقی و قانونی خودش به صورت بیش از حد سوء استفاده میکنه. اما دیده شده که اگر در موارد رئیس جمهور میخواه با مردم مشوره کنه یا با جریان های مختلف سیاسی مشوره کنه، این جریان ها یا حاضر نیستن با رئیس جمهور بشینن مشوره بکنن و یا اگر مشوره با دیگه جریان ها یا با مردم میکنه رئیس جمهور با بزرگان قومی و اینها او را هم کار نادرست میدانند. یعنی این ایراد بالای خیلی از جریان های سیاسی وارد است که اینا به جای از اینکه با کارکرد منفی رئیس جمهور و دولت مخالف باشند، با خود رئیس جمهور مخالف هستند و هر کار خوب و خرابش را مکلفیت خود میدانند که رد بکنند. شما به این ایراد چه پاسخ دارید؟ سوال خوبی هست. همین پرسش هم یالی در مورد همین پروسی لوی جرگه مشورتی قلعه وجود دارد که رئیس جمهور از صلاحیت های خود سو استفاده میکنه، قانون و منافع ملی کشور دور میزنه. وقتی که رئیس جمهور قانون دور بزنه، پارلمان کشور دور بزنه و مردم کنار بگذاره، این حق مسلم ماست که ما در دفاع از مردم و قوانین نافذه کشور قرار بگیریم. به شکل مثال همه روز صداهای مختلف میبره که اینجا جرگه مشورتی است که نماینده های مردم به کدام مردم. از روز اول که بحث قرارداد امنیتی شروع شده فقط در اتاق دربسته بوده با دو سه تن یار رئیس جمهور، نه احزاب خبر داره، نه مردم خبر داره، نه پارلمان خبر داره، نه جامعه مدنی. حال ضرورت بر آن است که مردم باید چنین قراردادها را حمایت بکنه و مردم باید مطلع شوه، این قراردادها باید با مردم شریک ساخته شوه. حال یک نیرنگ دیگری را به کار میبره، یک عده افراد و اشخاصی را جمع میکنه به نام مردم.
بنام مردم. زمانی که ما اگر میگیم که نماینده مردم باید انتخابات صورت بگیره تا نماینده مردم معلوم شه و بیاید در این جرگه، انتخابات صورت نگرفته، انتخابات صورت نمیگیره. جناب ولسوال سیبا و اولی سیبا و دیگر ارگان های دولتی انتصاب کرده افراد و اشخاص چی در داخل کشور و چی خارج از کشور، این انتصابی ها را آورده جمع میکنه در یک اتاق به نام خیمه جرگه که اینا نماینده های مردم نیست، اینا از مردم نمایندگی کرده نمیتونه، اینا توسط مردم انتخاب نشده، اینا نظریات مردم منعکس ساخته نمیتونه، اینا بنام مردم نمیتونه مشوره بده. باز هم در عقب درهای بسته در غیاب مردم یک عده انتصابی که توسط پول بیشترش جمع میشه و پول برش داده میشه بنام مردم میخواه مشوره بده، که این یه حرکت جدا ضد ملی، ضد قوانین ناپذیر کشور و منافع ملی ما است. پس این یک جریان یک حرکت ضد مردمی هست و این مشوره ها به هیچ شکل مشوره های مردم نیست، مشوره های 2000 یا 2500 یا 3000 نفر انتصابی هست که چنین مشوره هایی که در چنین یک بستر غیر قانونی صورت میگیره مشوره های غیر قانونی هست و مشوره های نامقدس پنداشته میشه. تا جایی که مربوط به وکیل سیباست که متعلق به ولسی جرگ است، وکیل صلاحیت داره چنین قراردادها را یا تایید بکنه و یا رد بکنه، اما زمانی که یک وکیل به حیث نماینده مردم در این لوی جرگه قلابی میشینه اونجا صلاحیت رد یا تایید نداره، فقط صلاحیت مشوره دهی داره. اینجا وکیل از لحاظ حقوقی خلع میشه، حقوقش کاملا سلب میشه، صلاحیت های حقوقیش از پیشش گرفته میشه. پس این یک توهین است از دیدگاه ما با یک وکیل که وکیلا نباید حقوق خدا کنار بگذاره، حقوقش حفظ است و حقوق خدا، صلاحیت های خدا، مسئولیت های خدا در جای معین یعنی در پارلمان باید استعمال بکنه. اما تا جایی که دیده شده با چند نفری که ما صحبت های داشتیم در ضمن از اینکه تبلیغات بسیار گیج کننده از سوی ارگ صورت میگیره به نام قرارداد امنیتی، قبلا 100% تفاهم و توافق صورت گرفته بین کابل و واشنگتن روی توافق قرارداد امنیتی، هیچ نوع نقطه اختلاف بین اینا وجود نداره. این یک نیرنگ سیاسی است برای بازی های جنگ لفظی، مشاجره لفظی رئیس جمهور امریکا را. پس شما این یک دیپلماسی رسانه‌ای است که معمولا دیپلماسی رسانه‌ای در همان شرایطی که مثل افغانستان یک کشور جنگی هست، حکومتش ضعیف و ناتوان است، حکومتش به این متهم است که وابسته به جای دیگری است، این دیپلماسی رسانه‌ای به کار برده میشه که حکومت یک مقدار مشروعیتش بیشتر شوه، مشروعیت رئیس جمهور بیشتر شوه و این قرارداد امنیتی بیشتر مشروعیت به دست بیاره. اون یک تاکتیک رسانه‌ای است. اما تا جایی که مربوط به چی میشه در پشت سر از این فکر بکنید بازی‌های مخفی وجود داره که به شکل مخفی میخواد او را سازماندهی بکنه. ما با یکی از دوستایی که در این جرگه شرکت میکنه صحبت‌های داشتیم، اونا را تفهیم کرده یا تفهیم شده برش گفته شده که شما از اونجا صدا کنین که جناب رئیس جمهور ما با طالبان صحبت میکنیم، طالبان را ما میاریم، شما مدد کاریتان باید تمدید شوه تا مصالحه در افغانستان صورت بگیره و اگر شما رفتین جنگ ادامه پیدا میکنه و مصالحه هم قطعا وجود نداره. ببینید چند نفر توضیح میشه که همچو صدا را بکشه، در حالی که همچو صدا حمایت قانونی نداره، حمایت مردمی نداره. احیانا اگر برای رئیس جمهور زمینه مساعد شوه ممکن علنا به نفع یکی از نامزادها کمپین بکنه، مثل که در برخی مجالس بین المللی کردن خلاف قوانین ناپذیر کشور، و اگر علنی برای زمینه مساعد نشوه از همین مردم به شکل مخفی در این گوشه و در آن گوشه اما ستادش ملاقات های خود داشت و در وقت رفتن پول در جیبش خاط ماندن تا به نفع اون نامزاد مورد نظرش کمپین بکنه. یعنی دو سناریوی کاملا متضاد رئیس جمهور به شکل مخفی میخواد دنبال بکنه، یک چطور میتونه انتخابات دور بزنه مدد کاری خود تمدید بکنه و دوم چطور میتونه کمپین بکنه بر نفع نامزاد مورد نظرشان، در حالی که این هر دو از لحاظ قانونی مردود هست
اونایی که چند صدایی بکشن مثل که در چند روز قبلم صدایی کشید جای نگرفت، بعدا هم جای گرفتن نمیتونه. حکم قانونی اساسی است که حامد کرزی باید قدرت سیاسی را منتقل بکنه در ختم انتخابات، و حکم قانونی اساسی هم همیست که انتخابات باید برگزار شود، و حکم قانون هم همین هست که رئیس جمهور صلاحیت نداره، مثل که تا به حال دفتر خود بر ستاد انتخاباتی تبدیل کرده، بعدا چنین کمپاین ها را چی در مجالس ملی و چی در مجالس بین المللی انجام بده. پس در مجموع یک چیزی را گفته میتونیم که این جرگه یک جرگه قلابی و مصنوعی هست، از مردم افغانستان و این ملت غیور نمایندگی کرده نمیتونه. این مشوره هایش مشوره های مردم شریف افغانستان نیست، این مشوره ها مشوره های برخی کسایی است که طرفدارای ارگ بوده و هستند. بر این بنیاد از طرف ما چنین یک حرکت مردود هست و آن را جدا تحریم کرده و میکنیم. بسیار خوب، بینندگان محترم، بحث پس از یک وقفه کوتاه با هم دنبال می‌کنیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. جناب آقای ناصری، شما در کل اکثر اعضای مجلس نمایندگان وقتی از برگزاری جرگه انتقاد میکنند و دلیل مخالفتشان است که رئیس جمهور کرزی مراجع اصلی قانونی و حقوقی را میخواد دور بزنه با جرگه هایش، اما ایرادی که بر مجلس نمایندگان و شورای ملی وارد است است که تجربه های قبلی نشان داده که در این گونه موارد بسیار مهم مجلس نمایندگان افغانستان خوب عمل نکرده. وقتی پیمان متن موافقتنامه پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به مجلس نمایندگان فرستاده شد، مجلس نمایندگان افغانستان به جای از اینکه در داخل تالار روی پیمان بحث کارشناسانه و حقوقی بکنند، روی مواد موافقتنامه منافع و زیانهای افغانستان در چارچوب منافع کلان ملی در این موافقتنامه و پیمان بسنجند، اونجا بحثایی را مطرح کردند که برای دیدگاه مخالف اجازه اظهار نظر ندادند. مثلا آمده مطرح کردند که هر کسی با این موافقتنامه استراتژیک مخالفت میکنه، کسای آمدن البته این را مطرح کردند، او جاسوس فلان کشور است، از فلان کشور پول گرفته، هزینه گرفته، این مسائل مطرح شد که صدای مخالف در داخل تالار خانه ملت به نوع خفه شد، برای از اونها اظهار نظر داده نشد. پس مجلس نمایندگان اگر رئیس جمهور در این گونه موارد مشوره نکنه، چی تضمینی وجود دارد که شورای ملی واقعا در چارچوب منافع ملی افغانستان این گونه موافقتنامه را تحلیل، بررسی و گفتگو میکنه و بعد پای از او سهم میگذارد؟ تشکر. به نکته بسیار اساسی اشاره کردین. ببین، ما در دور 15 ولسی جرگه نبودم، در دور 16 که آمدیم متاسفانه از آغاز ابتدایی که رفراندوم و انتخابات بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه صورت میگرفت، حکومت مداخله کرد. شش ماه تعدادی از وکلا، نمیگم کل وکلا، به خاطر اینکه ما این قبول داریم که تعداد وکلا بالاخره با امر و نهی ارگ اداره میشن، مصارف داره، دفاتر داره، موتر میده، نان میده و امکانات داده، و این لازم نیست که ما نام ببریم. این بسیار مشخصه از حلقات متعدد کسانی که بالاخره متعلق، کسانی که در حرکه قدرت فعلی حکومت افغانستان هن، اینا تعداد زیادشان وابستگی به حکومت داره. این رقمی نیست که ما بیاییم همین رقم دفاع بگیم. گپ سری عزیز که آیا فشار سنگین شش ماه بر اساس مداخله بی جای رئیس جمهور محترم افغانستان که 662 نفر وکیل را میخواستن بیرون بکنه و توهین بود به قانون اساسی و این برگزاری انتخابات و مصارف کلانی که تقریبا 160 چند میلیون دلار با اونجا مصرف شد، ای به این دلیل است؟ از این گذشته او شعاری که در اونجا داده می شد از طرف منابع خود حکومت آوردن و می خواستن وکلا را تحت فشار قرار بده. اما اون بخشی از وکلایی که دارای سواد و تحصیل هستن، حالا هر کسی اونجا آمده مسلمه عنوان نمایندگی را داره،
دارای حق نظر است، چی میفهمه چی نمیفهمه، چی باسواده چی بیسواد هستند، همه ایشان محترم هستند. یعنی در اصل اشتراک در موضوع بررسی و صاحبان رأی همه و همه، او کسی که به اصطلاح تخصص دکتری داره تا او کسی که کلاس اول هم شاید صنف اول هم نخونده باشه، از لحاظ حقوقی هیچ گونه تفاوت. اما صحبت در این است که ما رد نمی کنیم، حکومت بار بار در امورات داخلی ولیسی جرگه مداخله کرده و این دفعه هم مداخله خواهد کرد. اما بحثی از این قضیه است که ما میاییم نفس خود بحث تشکیل لوی جرگه تحت عنوان جرگه عنانوی یا لوی جرگه مشورتی بحث میشه، ما داریم بالاخره با این موضوع این مقوله رو بحث میکنیم. مثلا آقای وایزی با حفظ حرمت اشاره کردن که این نه به اصطلاح چی موانع شرعی داره، نه موانع عرفی، نه موانع قانونی. آیا در قانون بالاخره بالاتر از قانون اساسی در یک بحث سیاسی است؟ در چارچوب قانون بالاخره باید پیش بره؟ این برخلاف قانون اساسی است. ما عرض میکنیم یک ماده ششم قانون اساسی فصل ششم ماده 102 اونجا لوی جرگه را به اصطلاح تعریف میکنه، میگه لوی جرگه بزرگترین مظهر اراده ملت افغانستانه. در ماده 111 اونجا میگه که لوی جرگه به خاطر به اصطلاح قضایای مهمی از قبیل تمامیت ارضی استقلال حاکمیت ملی و این قضایا که همین موردش اینمی پیمان امنیتی به همین برمیگرده. در این مورد سومش که لوی جرگه اونی که در قانون اساسی هستن که تشکیل میشه به خاطر چیه؟ به خاطر محاکمه رئیس جمهور در صورتی که خدای نخواست رئیس جمهوری کشور متهم به خیانت ملی شود. پس بنابراین یک ماده وجود داره که اونجا میتونه به اصطلاح از او سو استفاده میکنه حکومت، اون ماده 65. من متن ماده 65 قانون اساسی رو میخوانم خدمت شما، بعد مشکلاتی که بالاخره در اینجا وجود داره شما خوب دقت بکنید که حکومت چه رقم استفاده ابزاری میکنه. منتهی رو نمیگه به خاطر از اینکه نمیتونه رو تطبیق بکنه و اثبات بکنه. میگه رئیس جمهور میتواند در موضوعات مهم ملی سیاسی اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. بعد در فقره دوم میگه مراجعه با رای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشه. حکومت نمیتونه جرأت نمیکنه که بگه این حق ماست به خاطر اینکه از باب مراجعه به آرای عمومی است. مراجعه به آرای عمومی رفراندوم نه لوی جرگه مشورتی. متوجه شدین؟ اونجا که با آرای عمومی مردم هم مراجعه میشه فقط یا میگن که بله یا میگن نه خیر، درسته؟ بازوی نظامیت حقوقی داره و بله. حکومت مکلف است. ببین مشکلات در شما ببین که سوی استفاده چقدر از این ماده میشه. از این گذشته در ماده 155 اگر حکومت پافشاری داره که لوی تشکیل خوب دقت شود که بزنگاه قضیه هم اینجاست از لحاظ حقوقی، کسانی که حقوق میفهمن اونا دقت بکنن که در ماده 155 باز میگه که کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مطابق به احکام قانون اساسی ایجاد می‌گردد. اگر حکومت میگه که از باب مراجعه به آرای عمومی مردم هست و رفراندوم و ما نامش رو میگذاریم به اصطلاح جرگه مشورتی، خب پس بنابراین مدیریت ازیر باید بده به کمیسیون مستقل انتخابات، نه کسایی که بالاخره از دور بری ارگ میاره اینا رو مدیریت میکنه. کاملا موضوع جعلی است، یعنی برخلاف قانون اساسی است. ما فراموش نکنیم از لحاظ حقوقی چی اثبات یک قضیه چی نفی یک قضیه، وقتی که بالاخره مطابق با قانون اساسی نباشه مشروعیت نداره. انتقاد دیگری که اینجا وجود داره بالاتر از حضرت طیب صفات الله مجددی مگرم خودی از اون مصاحبه نکرد گفتین این میره پافشاری کردن و الا هیچ ضرورتی نبود بی لوی جرگه، یعنی قبلا در زمان به اصطلاح پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان دایر شده بود و جزء تتمی از اون قضیه است، ضرورتی وی نبود. و اگر دوچار مشکل نباشه ما اینی هیئت اداری چرا به اصطلاح جناب آقای سید حامد گیلانی استفاده دادن روی زیجاتی که اینجا بسیار وقتی که ما بحث حقوقی میکنیم از لحاظ شرعی مشکل نداره، از لحاظ عرفی هم مشکل نداره، ولی ما نمیتونیم بالاخره هر چیزی که ما ادعا بکنیم یک بحث موضوعی شرعی است در قسمت حلیت و حرمت بودن و اباحه بودن و امثال ذلك بحث در این مقوله ما نپیشانیم. این کاملا یک موضوع سیاسی است. در موضوعات مهم سیاسی مربوط به سرنوشت افغانستان ما فقط و فقط نوکر قانون اساسی هستیم و این خدای نخواسته تضاد با شخصیت کسایی هم نداره که چرا، اما یک بحث حقوقی است. باید گواهی که در اینجا ریزاست که از ماده 65 قانون اساسی در دوره های قبل هم حکومت سوء استفاده کرده،
در این دور در دوران به اصطلاح امضای پیمان استراتژی هم سوء استفاده کردن، که لذاست که کاملا این سوء استفاده ابزاری و سوء استفاده از قدرته و برخلاف قانون اساسی است. تنها این کفایت نمیکنه که ما بگیم برخلاف قانون اساسی، قانون اساسی رو من کرده باشه، چیزی که در قانون اساسی مبنا نداره، مرجعیت نداره، رفرنس نداره، او خلاف قانون اساسی است در هر صورتش. اینا که دوستان ادعا میکنن که نه این مشکل نداره، یالا ما این قانون اساسی 162 تا ماده داره، اون مربوط به دوران انتقالیش بالاخره مرده به تاریخ پیوسته، بقیه مواد بیاره، اگر یک نقطه، یک مبتدا و یک خبر دال بر اثباتی از قضیه و مشروعیتی از و مجوزی از با این همه که بالاخره پیامت های منفی که تا به حال ما خدمت شما توضیح دادم اگر وجود داره بیان قناعت بده. بسیار خوب جناب آقای واعظی، مسئله ای که دوستان اشاره کردن بس است که یعنی همون گونه که در پرسش اول مطرح کردیم، خیلی ها یعنی ارزش حقوقی جلگر از زیر سوال میبرن، بعد هزینه که افغانستان کشور فقیر و عقب مانده هست، ما هنوز برای بخشی از بودجه انکشافی و توسعه ایمان و کمک های بیرونی نیاز داریم، آیا این هزینه که برای برگزاری جرگه ها پرداخته میشه آیا نیاز هست؟ بعد پرسش دیگه ایست که آیا کمیسیون برگزار کننده جرگه بعد از برگزاری جرگه حاضر است و مردم افغانستان به شورای ملی پاسخ بگوید که منبع هزینه که اینجا مصرف شده کجا بوده؟ آیا واقعا در اینجا پولای کلان حیف و میل نشده؟ چون در جرگه قبلی گزارش های وجود داشت که علاوه از هزینه لوجستیکی که برای کسایی اینجا دعوت کرده بودند، مصارف بود و باش و اقامتشان، در پایان جرگه یک چیز به عنوان به اصطلاح عامیانه در اداره دولتی افغانستان مطلب به نام جیب خرچی برای کسایی که اونجا آمدن یک مقدار پول چند صد دلاری برای هر کس پول دادن. به نظر شما این کار درست هست و آیا کمیسیون برگزار کننده جرگه مشورتی تضمین میده برای مردم افغانستان که بعد از پایان این جرگه بیا منابع مالی همچنین منابع مصرفی پولایی که در این جرگه مصرف شده بسید دوازه و شفاف پاسخ بگوید؟ عرض کنم که یک دو سه نکته را من در فرمایشات و نظرات برادران عزیز ما جناب آقای ناصری و جناب آقای اوریا خیل، یکی جناب آقای اوریا فرمودن که ممکنه بحثای لوی جرگه به جرگه مشورت حالت انحرافی پیدا بکنه، یعنی مثلا کمپاین از کاندیداهای مورد نظر و اینا، از این جهت من عرض میکنم که کاملا مردود است، یعنی همچی چیزی اصلا نخواهد شد، قطع و یقین دارم. چند در رابطه با موضوعاتی که در جرگه بحث میشه فقط تنها و تنها مسئله امضای پیمان امنیتی است، دیگه هیچ بحثی وجود ندارد و هیچ کمپاین از یک کاندید مورد نظر صورت نخواهد گرفت. در این ارتباط در رابطه با فرمایشات جناب آقای استاد ناصری که فرمودن استناد کرد به ماده 65 که مشروعیت همچنین جرگه ها را میده، درست آقای رئیس جمهورم بر اساس همین ماده 65 چنین مشورت ها و جرگه های را دایر کرده و دایر میکنه. اونجا در بند قسمت دومش که در صورتی که مناقض مناقض احکام این قانون اساسی، در صورتی جناب آقای ناصری که مناقض در صورتی میشه که تصمیم گیرنده باشه این جرگه، این بعد وقتی که تصمیم گیرنده نباشه صرف یک مشورت دهی باشه، یک شاور باشه، اصل همو شاور مشورت در صورت منفیش چی به صورت مثبتش بالاخره بعد میره در شورای نمایندگان و شورای ملی، تصمیم اساسی و اصلی و نهایی را شورای ملی میگه. اما ایرادی که جناب آقای سوال هستی من از یادم نره، ایرادی که اینجا وارد هست است که این ماهیت مشورتی هم نداره، به خاطر از اینکه مشوره از لحاظی هم از لحاظ شرع و هم از لحاظ عرف مشوره آدم در یک امر با اهل اون امر مشوره میکنه. مثلا شما در زمینه زراعت نمیشه شما برین با یک متخصص جامعه شناسی یا فلسفه مشوره بکنین، کسایی در جرگه دعوت میشن که
اونها بی سواد هستند یا هیچ حوزه تخصص، حوزه کار و فعالیت نظام مسائل امنیتی و دفاعی نیست، چطور پیمان امنیتی را با اونها مشوره می کنید؟ عرض کنم نه، اینطور نیست که شما می فرمایید، بعضی اینجوری می گویند. ما بیش از 100 نفر حقوقدان از داخل و خارج در اینجا دعوت کردیم، بیش از 100 نفر حقوقدان، کارشناس، اینا تحلیل میکنه، اینا تجزیه میکنه از نظر حقوقی در رابطه با مسائل امنیتی. یک چیزی خیلی بغرنج و پیچیده نیست. یک نفری از افغانستان ما و شما، الحمدلله مردم ما و شما همشون در کل مسائل سیاسی و امنیتی آگاه شده، این مسائل امنیتی رو همه میدونن. آیا پیمانی، امضای این پیمان به نفع ثبات افغانستان است، بر اساس منافع ملی افغانستان است یا نخواهد یا نیست؟ این خیلی سواد نمیخواد. یک آدمی با تجربه، یک آدمی رشتفید، یک آدمی در بین یک قوم خود رسوخ و نفوذ داشته باشه، او را میدانه. اینطور نیه که همش به سوادا باشه. و این مسئله لوی جرگه که تشکیل میشه اینطوری در نظر که اینطوری نیست که کیلویی دعوت شده باشه. اینا شناسایی شده، اینا بررسی شده از نظر نفوذ قومی، از نظر سواد، از نظر آگاهی در مسائل سیاسی و امنیتی، مسائل نظامی، کل اینجور افراد همه نیستن. و همینا هم وقتی قانون اساسی ماده 65 میگه که رئیس جمهور حق داره که با مردم یعنی مشوره کنه، یه حقی که داره. گاهی مشوره به صورت جمعی و خیلی در سطح وسیع صورت میگیره که مثل لوی جرگه تشکیل میده. گاهی هم مثلا ما شما میبینیم آقای رئیس جمهور بعد از 2-3 هفته جلسه مشورتی داره با رهبران جهادی. این رو که شما بارها شنیدید دیگه، با کل رهبرهای جهادی رو دعوت میکنه، با اونا یک سری مسائل مهم را در میان میگذاره، مشورت میکنه. یعنی یعنی غیر قانونیه. یا مثلا ایشون الان مشاورین زیادی انتخاب کردن. این هم انتقاده که البته چرا چنین مشاورین زیادی را انتخاب کنند که من هم یک از مشاورینش هستم، خودش بحث داره. ولی در عین حال ایشون جمع میکنه بعد از یک ماه یا 20 روز یا 2 ماه مثلا مسائل جاری کشور با اینا بحث و مشورت، این هم خلاف قانونه. حالا آمد مثلا یک جلسه جرگه کلانی مشورتی تشکیل داد، با اونا مشورت کرد، برادرا، خواهرا، یک همچین مسئله در افغانستان پیش آمده، چه کار کنیم؟ آیا امضای این پیمان به نفع افغانستان هست یا نیست؟ هر افغان میدونه دیگه که به نفع هست یا نیست. این خیلی نیاز به تجزیه و تحلیل. باز مگر نیازی به تجزیه و تحلیل داشته باشن، ما بیش از 100 نفر اینجا حقوقدان داریم. در رابطه با هزینه ای که دو باری مثلا سوال کردی دیره و عرض کنم که خب طبیعیه، یک حکومت خب مصارف جنبی زیادی داره، تنها در یک مسائل خاصی که نمیشه و مهمان های را دعوت میکنه، سیمینار های را تشکیل میده، مسائل در میان میگذاره. غیر از افغانستان شما تمام کشورهای دنیا با یعنی وقتی که نگاه کنید یا ببینید یا مطالعه کنید که در خیلی از مصارف زیادی پیش میاد یک حکومت، یک دولت چطور چنین مصارف جنبی را داره. طبیعیه اون نیاز این مصارف برای مردم، برای مردم کشورشون میگن که ما این پول از فلان وجه مصرف کردیم و این هم وجه مصرفش فلان جا بوده. و این مربوط میشه به امو مسئولین اجرایی دارالانشا، خود حکومت به اعلان خواهد کرد در آینده، مربوط اونا میشه. بسیار خوب آقای بودیا، به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما بپرسم که شما به عنوان سخنگوی که از جریان های در رابطه به سوالشون که نفکم، یکی از کسان چهره های قرار دعوت شده و تشریف شده از نامزد کاندیدای ریاست جمهوری اینا شرکت کنه در لویزرگه. بنابراین جناب اوریا خل صاحب که مربوط ائتلاف ملیه و کاندید مورد نظر شما دکتر صاحب عبدالله عبدالله هست، ایشون به شرکت بکنه، کل نظراتش رو آزاد مطرح کنه، نظریاتش، پیشنهاداتش، انتقاداتش رو به شرکت کنه. چی اشکال داره به عنوان یک مشوره؟ بسیار خوب آقای اوریا، من می‌خواستم ببینم بپرسم که یکی از انتقادایی که وجود داره است که جریان‌های سیاسی خصوصا اپوزیسیون به جای از اینکه در این گونه موارد بیان حضور فعال داشته باشن، دیدگاهشان بیان بکنن و حتی تلاش بکنن برای اعمال دیدگاهشان در این گونه نشست‌ها و جرگه ها، یک نوع برخورد میکنن که او به قهر سیاسی تعبیر میشه، یعنی برخورد منفعلانه میکنن، اشتراک نمیکنن، همین ایراد حتی به مجلس نمایندگان هم وارد. شما پاسخ ضرورت بر آن بوده که
ماها و سالها قبل حکومت باید با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی کشور متن این قرارداد امنیتی را در اختیارشان قرار میدادن و امرایش مصلحت و مشوره میکردن. بارها حکومت انتقاد شده از این خاطر تا به خاطر که همه چیز با خود محفوظ نگاه کرده و مردم احزاب سیاسی را، جامعه مدنی را، پارلمان را، اپوزیسیون در جریان قرار نداده. وقتی که هر چیز پوشیده باشه از انظار مردم، او یک معامله هست، اون یک زد و بند هست، اون یک عمل خلاف قانون هست. اگر عمل خلاف قانون نیست، چرا با پارلمان گفته نمیشه؟ چرا با اپوزیسیون گفته نمیشه؟ چرا با مردم گفته نمیشه؟ خب وقتی که ما ارزیابی کردیم که این جرگه مشورتی یک پدیده غیر قانونی هست و بستری که در این جرگه در او ساخته میشه غیر قانونی هست، مشوره هایی که ارائه میشه او خلاف قانون هست، پس در همچو پدیده نه جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله شرکت میکنه، نه سایر اعضای ائتلاف ملی افغانستان به حیث اپوزیسیون سیاسی رسمی و قانونی کشور. جناب وعزیز فرمودن که بیش از 100 نفر حقوقدان داره. در خبرنامه این جرگه آمده که 80 نفر حقوقدان دعوت شده. اینها فقط وظیفه داره ابی دیگرا را مثل یک سن بشانه و قرارداد امنیتی را برش توضیح بکنه، دیگه وظیفه اینا نداره. و در پهلوی ازی ما در کشور خود امیال 80 حقوقدان نداریم. این به معنی نیست که هر کس از فاکولته حقوق فارغ شد و حقوقدان است، این درست نیست. و دوم، بودجه باید معلوم می بود. امیال باید اعلان میکرد که اینی جرگه هست، اینی قدر بودجهش هست، این بودجه را از پلان حساب است و پارلمان کشور منظور کرده. ما حراس از آن داریم که این از بودجه ما اصلا نیست، این کدام شبکه استخباراتی است، این پول تادیه میکنه و این بازی های استخباراتی را علیه ملت افغانستان انجام میده. افغانستان باید قراردادهای امنیتی داشته باشه با کشورهای مختلف، قراردادهای اقتصادی داشته باشه، سیاسی داشته باشه، مگر از مجرای قانون مطابق با منافع ملی در حمایت مردم افغانستان. پس وظیفه اپوزیسیون این هست که عملکردهای خلاف قانونی حکومت را شدیداً انتقاد کنه، تحریم بکنه و حکومت وادار به بکنه که باید با قانون تمکین بکنه و همچون مسائل از طریق پارلمان و از طریق مجراهای قانونی باید پیش ببره. بسیار خوب. آقای ناصری میخواستن چیزی بگن؟ وقت من رو به پایان است، فکر میکنم میشه خیلی کوتاه. کوتاه دونه کنم. یک دقیقه صحبت جناب آقای وایزی اشاره کردن که ماده 65 در ماده 65 به هیچ وجه موضوعی مشوره نیست. مشوره تعداد آدمای بالاخره بعض آدرس های مشخص پالیسی که در اداره امور سینا رو میخواهی در کابل مراجعه با آرای عمومی است که به اصلاح صندوق ها رو میبره در ولایت ها، در ولسوالی ها و در قصبات اینا میگذارن، اونا نه یا بله میگن. یک اما اینا گفتن که او الزامیت حقوقی داره، این الزامیت مشورتی داره. موضوع دیگر حقوقدان ها، 100 نفر که 400 نفر 1000 نفر حقوقدان بیاره، آیا آنچه که بالاخره بین حکومت افغانستان به پایان رفت و جانب آمریکا به پایان رسیده، اینا بالاخره حق داره، حق میده امریکا واقعا یک الف زیر رو تغییر بده؟ پس مشوره نیست. مشوره ایست که به اسلام ما نظر میدیم، زمان بازه، دامنه بازه، موضوع رو بالاخره تشجیل میکنیم، بعد هر رقمی که تصمیم گرفتیم در نهایت او رو جنبندی میکنیم، در صورتی که یک همچین خلاف واقع است. اینا اجازه نمیدن و اجازه فقط اینیم ایست که به عنوان آقا بلو میارن اینا رو به اسلام و اون متکلم وقت بین از اینا توضیح میکنم، میگه ما یعنی میگه و قبول بکن. و موضوع دیگه او عبارت از پولای کلان اینجا توضیح شده، در بازم توضیح میشه بدون تردید در شرایط زمانی فرق میکنه. اما در ایراد ممکن در شورای ملی هم وجود داشته باشد که ممکنه میره وقتی به شورای ملی هم روان بکنن، اونجا هم چیگونه این گونه برخورد این صورت بگیره؟ به هر صورت باید بالاخره باید مواظبت کرد، یعنی چیزی که کار خلاف قانون واقع شده. آقای وایزی میخواستن هر چند وقت ما رو فکر میکنم رو به پایان است. فقط مختصر عرض میکنم، ایره کرزای صاحب شورای بشریت پیشنهاد کرده که رئیس جمهوری فعلیه، بقای جناب آقای کرزی هم بیش از 4-5 ماه بیشتر نمانده، دیگه آقای کرزی رئیس جمهوری کشور نخواهد بود. در آینده رئیس جمهور جناب آقای دکتر عبدالله عبدالله خواهد بود، یه یکی از برادرای دیگه که بر اساس منافع کل مسائل در آینده پیمانم امضای پیمانم برمیگرده
پیامد او، تبعات او، نفع او، ضرر او به امی رئیس جمهور آینده افغانستان. این برادرایی که کاندید هستن، عوضی که تحریم میکنن و عوضی که چی میکنه، خب به شرکت کنن، از ذرات خود بگن، مطرح بکنن. من این عرض میکنم واقعا پیامد ازی جدا برای رئیس جمهور بعدی، با تیم بعدی و با مردم افغانستان میمانه و میراثی که از حامد کرزی با رئیس جمهور بعدی باقی میمانه این حرکت خلاف قانون و غیر ملی خواهد بود، فساد خواهد بود و یک جامعه که در بحران عمیق فرو رفته است باقی خواهد ماند. تعلیق در بیاردش مطابق بله، رئیس جمهور بعد تصمیم خود میگیره، مگر یک هیولای سیاه از این رئیس جمهور برای رئیس جمهور باقی به میراث بمانه. بسیار خوب، سپاس دوستا از حضور گرمتان در این بحث. بینندگان محترم، بحثی هفته در اینجا به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر شما را به خودمون یکتا میسپاریم. پدرود. تهیه شده در تلویزیون نور.